بینندگان عزیز تلویزیون سفینه، برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه ها. مسلم است که برای ملت ما واقعا سرچشمه خودشناسی شروع میگردد از شاهنامه بیزوال فردوسی، و شاهنامه بیزوال فردوسی توانسته است تاریخ ملت ما را هم قبل از هجوم عرب و هم بعد از آن را به هم توأم کند و یک پیوندی دهد. و شاهنامه توانسته است که ما را، تاریخ ما را و فرهنگ ما را با 8000 سال قبل توأم گرداند و واقعا نمونه عالی و برجسته خودشناسی ملی است. ولی متاسفانه تا امروز یک تحقیقات گسترده و یک شناخت واقعا کامل در بابت شاهنامه و هویت ملی تا حال انجام نیافته است. ما در این برنامه خواستیم شاهنامه و هویت ملی را مورد بررسی با کارشناسان در میان گذاریم و برای بررسی مسئله ما کارشناسان ساحه ناظم نورزاد و یار محمد نیازی را دعوت کردیم و من مهمانان عزیز را خیر مقدم میگم. و پوشیده نیست که شاهنامه فردوسی توانسته است واقعا هم در بخش تاریخی و هم در بخش خودشناسی ملی و هم در بخش اسطوره ملی یک جایگاه خاص در فرهنگ ملی داشته باشد. و سر اول من میخواستم که یک معلوماتی عمومی بابت همین مقام شاهنامه فردوسی در ادبیات ملی گزارش میکرده. فردوسی از زمان ظهوری خود، از زمانی مثلا از عصر ده شروع کرده تا زمانی ما تا امروز، یکی از چهره های استثنایی نه تنها ادبیات بلکه فرهنگ و تاریخ و فلسفه ملی است. بنابراین هر قدر ما در اطراف فردوسی و شخصیت فردوسی و اندیشه شاهنامه و مقام شاهنامه گفتگو کنیم کم است، و این گفتگوها هم از مثلا بامداد زندگی فردوسی تا امروز ادامه دارند و حالا هم ادامه دارند، ادامه یافته ایستادند. بنابراین در تحقیقات هایی که چی در داخل و چی در بیرون در اطراف فردوسی و شاهنامه او نوشته شدند یا که تألیف یافتند، مسئله های گوناگون و پهلوهای گوناگونی شخصیت، ایجادیات، افکار، اندیشه و محتوای شاهنامه بر رشته تحریر تحقیق کشیده شده است. و بزرگترین تحقیقات هایی که در دور ما، در عصر ما در اطراف فردوسی صورت گرفتند، تحقیقات های استاد محمد کرمی در دو جلد حماسه ها است که چند مرتبه نشر شده است، و بعدا کتابی که با خط کریلی هم از جانب استاد دارای دوست برگردانده شد، سال 2010 با خط کریلی بازگردانده شد، کتابی محمد امینی ریاهی است با نام فردوسی، زندگی، اندیشه و شعر او. این است که مثلا زیاد مردم مطالعه کرده است توسط این کتاب با شخصیت فردوسی، با نسخه های شاهنامه، با رد و بدل هایی که در اطراف نسخه های شاهنامه شده است و خود مقام شاعر شده است و شخصیت شاعر و این به این مانند بررسی ها شناس می شود. بعدا در حوزه فارسی زبان خصوصا در ایران تحقیقات های نهایت زیاد در اطراف فردوسی صورت گرفته است و تا امروز هم موضوع محوری فرهنگ، اندیشه و فلسفه فردوسی است. و همون تحقیقات گسترده مرتضی ساقی فر هست در اطراف فلسفه شاهنامه، شاهنامه و فلسفه تاریخ ایران، و به این مانند کتاب های زیاد مثلا قدم علی از محققان داخلی، آخرین تحقیقاتی که سر فردوسی اندیشه های تازه داشته است همون تحقیقات استاد کامل بیگزاده است که سال 2012 از طریق نشریات ادیب اکادمی علم ها به چاپ رسیده است با نام تاریخ روشنفکری از دوران جمشید تا زمان فردوسی، در حجم 16-17 صفحه
استاد بیگزاده انا همین شخصیتی فردوسی و رابطه او را با مهمترین حرکت عصر میانگی ملی شعوبیه تحقیق کرده است و نوترین تحقیقات هایی که حاضر گفتم استاد اونها را استفاده برده است و یکی از تحقیقات هایی که بسیار عمیق است، جدی است، همون تحقیقات طالبی فلورا است در اطراف اسطوره های شاهنامه و تحقیق اسطوره شاهنامه و فکر میکنم انا همه آن چیزی که حاضر گفتم در تحقیقات آخری استاد بیگزاده تجسم یافتند، تحقیق شدند و در اطراف همین ها خلاصه های استاد هم هست که فردوسی شخصیتی واقعا شخصیتی استثنایی در فرهنگ ما است که ما تا امروز تمثال فردوسی به سان فردوسی شخصیتی نیافتیم که تمام پهلوهای فرهنگ ملی را با تمام برجستگی هاش از گذشته تا امروز تا زمان خودش انعکاس کرده تواند. این است که امروز هم در شناخت فردوسی، در شناخت شخصیت فردوسی، در شناخت شاهنامه امروز هم تحقیقات ها جریان دارند و فکر میکنم تا زمان هست این تحقیقات ها ادامه خواهند یافت، چرا که فردوسی یک شخصیتی چند بوده بود، یک شخصیتی بسیار آگاه بود، بسیار فعال بود و همین فعالی مدنی و اجتماعیش بود که به نوشتن شاهنامه شروع کرد و اگرچه شاهنامه امروز هم در حوزه تحقیقی ما به صفت یک اثر یا که آثاری نظمی یا که شعری یا که فیلولوژی به طوری اگر عمومی گیریم شناخته شده باشد، پهلوهای دیگری شناخت همین مسئله در ایران هم در ما هم آموخته شده ایستادند. بنابراین هر قدر که ما به شاهنامه و شخصیت فردوسی رجوع کنیم بازگردیم در اونجا چیزهای نو هم از نظر جامعه شناسی، هم از نظر تاریخی، هم از نظر روان شناسی، هم از نظر فرهنگی و سیاست شناسی میابیم و فکر میکنم که اگر فردوسی میخواست یک شاعر شود این کار نمیکرد. ما میدانیم که شاعرهایی بودند در زمان فردوسی، بعد فردوسی و تا امروز هم هستند که یک رشته را پیگیری کردند، در یک رشته موفق شدند، لیکن فردوسی از زمانی که خود را شناخت، وضعیت را شناخت، چنانی که امروز در حوزه امروزه تحقیقات های سیاسی و جامعه شناسی معلوم است، همون گیاستراتیگیا، موضوع گیاستراتیگیا را شناخت، فهمید با وابسته به وضعیت خود و شرایط خود به نوشتن شاهنامه شروع کرد و آثار پهلوی را آموخت، یاد گرفت و چنانی که بعضی تحقیقات ها تاکید میکنند خودش هم زردشتی بوده است، پدرش هم زردشتی بوده است، همسرش هم زردشتی بوده است و با این زبان و با این خط شناس بوده استند و آثار پهلوی را برای در شاهنامه جا کردن و با نظم در آوردن خانواده فردوسی با او کمک میکرده است. این است که امروز هم فردوسی و شناخت شاهنامه مود است، یک نوع مود است برای فرهنگ ما و عموماً برای فرهنگ فارسی زبانان، نه تنها فارسی زبانان بلکه تمام جهان. اکنون در حالت امروزه که مثلا اون مناسبت ها و برخورد های سیاسی و گیاستراتیگی و گیاپلیتیکی رفته ایستادن، برای ما مهم است شناختن این همین، چنانه که مثلا امروز در عصر ما شناختن عینی مهم است، شناختن آثار عینی مهم است، شناخت دقیق و تحقیقی آثار استاد عینی مهم است. انا شاهنامه و فردوسی مهمترین جزء فرهنگ ما است و هر کی دعوی آگاهی میکند، دعوی دانایی میکند، دعوی فرهنگی و زیایی‌گری میکند، باید از این تحقیق، از این رشته آگاه باشد و حداقل در اطراف شاهنامه اندیشه کند. وقتی که ما همین 200 سال ابتدای لشکرکشی اعراب را به منطقه میگیریم، یعنی همون دو قرن سکوت را، و این دو قرن هست که اصلا هم فرهنگ، هم زبان، همه مخلوط است و تمام دانشمندان هم در یک حالت سکوت قرار دارند و همین در 200 سال اول با تاثیر خلافت یک قطار از دولت ها، یک قطار از ملیت ها، یعنی خلقیت ها در نظر دارم اصلا از بین رفتند کلان و زبانشون هم زبان عربی شد. و ببینید که بزرگی فردوسی بارین یک شخصیت رو که اگر هدف فردوسی تنها هم تو یک شاعر بودن یا به خاطر کسب معاش کردن شاعر را پذیرفتنی بود، خب می توانست که خب چند جزء همچون یک متیه یا ستایش نامه خب با نفرهای نزدیک به خلافت بوده یا نفرهای نزدیک به امارت بوده و کسب معاش کند، و
ولی بزرگی فردوسی و بزرگی شاهنامه در آن انعکاس می‌یابد که فردوسی توانسته است که در همین گونه یک زمان بسیار تیره، یک زمان بسیار که برخوردی ببینید، یک برخوردی فرهنگی با وجود می‌آید، از یک طرف فرهنگ بادیه‌نشینان عرب و از یک طرف دیگر فرهنگ شهرنشینان آریایی. و هرچند مثلا غالبا فرهنگ غالب در این زمان فرهنگ عربی است، اما شاهنامه بازگو میکند تمام فرهنگ گذشته ایران را. یعنی یک افتخار از این است که ما ملتی اونقدر یا خلقی پیش پا افتاده نیستیم. یعنی ما تاریخی، یعنی برای اعراب بازگو میکند که ما تاریخ 5-6 هزار سال قبل داریم. تا به این زمان ما یعنی که دولت داری داشتیم، خوب شاهنشاهی داشتیم و همچنین نه تنها مثلا از طرز دولت داری و طرز جامعه داری، بلکه مثلا اونجا صرف اخلاقی، معیارهای اخلاقی ایرانی تجسم یافتند. اکنون که در رابطه ما به هویت ملی و شاهنامه را بحث میکنیم، من میخوام که در مورد هویت گم، هویت یکی از بخشهای هویت این آگاهی تاریخی هست که ما همین رو که خوب نید در شاهنامه همین پر را مثلا انعکاس هویت تاریخی ما، یکی از رکنهای ملت که این هویت تاریخی هست، مثلا در شاهنامه میبینیم که برای ملت شدنی فارسی تبار و تاجیک ها کیهو فردوسی قبل از همو تاریخی که ما تا به آمدن این تهاجم های بیگانگان ما کیهو هویت خود داشتیم که این را اگر که یک فردوسی همین رسالت را انجام نمیداد، چه خیلی که شما ذکر کردید مثلا تمدن بزرگ مصر از بین رفت. چرا؟ چون که مثل فردوسی یک کسی نامد که همون هویت هویت تاریخی مثلا فرعون و مثلا همون دستگاه سیاسی و فرهنگی همین اینچو رو دوباره زنده کند. ببینید چقدر فرهنگ های بزرگی بودن که در همین تهاجم بیگانگان و مثلا بیابانگرد ها همه همین ها از بین رفت، اما در این منطقه مثلا خراسان و ایران بزرگ یک نفر مثل فردوسی برخواست. البته این آگاهی از ایران شرقی مثلا از همین ماورالنهر، از همین آسیای میانه رفت. اول در اینجا مثلا شاهنامه های مثلا شاهنامه نویسته شد، اساسگذار شاهنامه که اولین بار شاهنامه نویس این پیش از مثلا اون شاهنامه ابو منصور شد، ابو منصوری بود، گردآوری شد و دقیقی کرد. بله، اینها آهسته آهسته و همین ها رو فردوسی گرفت، باز هویت تازه بخشید. و مخصوصا ببینید باز یک جنبه هویت مثلا هویت آفرینی فردوسی در اون افاده می‌یابد که تمام مصیبت شاه‌ها و نظام شاهیگری کشاد. تمام عرف و عادت‌های ما در تمام عرف و عادت‌های مثلا خانوادگی در شاهنامه هست که مثلا چی مناسبت ها در داخل دربار شاهی میگذشت، چقدر رقابت های سیاسی بود، چقدر مثلا ناکامی های سیاسی بود، چقدر مثلا برای بینید اگر ما یک قصه سهراب و رستم و سهراب تحلیلی مثلا هم آنالیتیکی و هم مثلا فنومنولوژی کنیم، چقدر پدیده ها، چقدر مثلا یک استریوتیپ هایی که قالب های شخص شده ای که مثلا یک قوم و قبیله و ملت و بالاخره ملت و خلق از پا می افتاند، از پیشروی باز می دارند، از پیشروی باز می دارند. و همزمان فردوسی با همین اثر ماندگار خود که شاهنامه هست توانست تمام جنبه های فرهنگ ملی را در خراش انعکاس گیرد، فرا گیرد و عاقبت به همین اثر خود توانست ملت ما رو تا به امروز که ما تا به امروز مثلا باز همین خیلی مصیبت ها با همین خیلی مصیبت ها روبرو هستیم، با همین خیلی برخورد ها روبرو هستیم. و جنبه دیگر این که مثلا
як фарҳанги алтернативия дар баробари фарҳанги сомӣ ба вуҷуд овард. Бале. Ки масалан инҷо як фарҳанги сомӣ аст, бо тамоми устураҳош, бо тамоми масалан символ рамзҳош аст ва фарҳанге ки масалан дар алтернативаи фарҳанги сомӣ ба вуҷуд овард, масалан то ҳатто масалан аз худи каюмарс шуруъ кунем, бинед ки тамоми падидаҳоро таҷассум кард ва дар таърихи Табарӣ то ҳатто инъикос омадааст ки дар фарҳанги пеш аз форсӣ масалан симболи ҳазрати Одам каюмарс аст. Кайҳо дар алтернатива гузоштани ҳамаи ҳамун устураҳои миллии мо ки тавонист устураҳои миллии мо, устураҳои махсусан ориёӣ дар баробари устураҳои сомӣ қад алам кунад ва моҳияти бисёр дақиқи ҳам илмӣ дошта бошад, ҳам иҷтимоӣ дошта бошад, ки дар шоҳнома мо ҳамина пайдо мекунем ва имрӯз бояд ки бори дигар ҳамун дар шоҳномахониву таҳлили шоҳнома ҳамин хел таҳлилҳо зикр шавад, ки то мардум аз ҳамун фарҳанги асили худ огоҳ шавад. як нуқта дар ҳошияи гуфтаҳои ёр Муҳаммад ба ёдам омад, мо аз бисёр муҳаққиқони ватанӣ ёдовар шуда натавонистем, маъзарат мехоҳам аз онҳо агар чӣ шавад, лекин бубинед ҳамин рӯз мо наметавонем хидмати дар баробари ҳамаи он таҳқиқотҳое ки дар ватани мо шудааст, дар атрофи фирдавсиву зиндагиномаи фирдавсиву шоҳнома ва ба ин монанд мазмунҳое ки дар робита бо шоҳнома ва фирдавсӣ аст, хидмати устод Зафари Мирзоёна махсус қайд кунем, ки дар ҳавзаи фарҳанги кулуб тавонист масалан чанд даҳ сола шуд ки бевосита ба ҳамин шинохти шоҳнома машғул аст ва шогирдони зиёдро тарбия кардааст ва ин шогирдо имрӯз ба ҳамин мавзӯъҳо сарукор доранд ва шоҳномахонӣ ташкил карда. Ва бинед ана ҳамин хидмат мо агар нагӯем, фикр мекунам ки беинсофӣ мешавад. Бинобарин ман дар ёдам аз ёдам ки рафт ҳамара гуфта намешавад, ку имкон намеоваем, баъд фаромӯш мешавад. Бинобарин чун ёр Муҳаммад гуфт, дар ёдам омад ҳамин одам, ҳамин шахсияти фарҳангӣ ба умқи ҳамин масъала сарфаҳм рафтааст, ки имрӯз замоне аст ки дар баробари масалан маҳфилҳои гуногуне ки дорем, маҳфилҳои фалсафӣ, маҳфилҳои ҷомеашносӣ, маҳфилҳои адабӣ, маҳфилҳои намедонам назмӣ ва ҳоказо, маҳфилҳои зиёд дорем, зиёди фанӣ ҳам вуҷуд доранд, дар баробари ҳамино аз нав таъсис додани маҳфили шоҳномахонӣ аст. шоҳномахонӣ ба он масъалаҳое ки масалан ёр Муҳаммад озиз таъкид кард, ки имрӯз фирдавсӣ бояд ки аз доираи филология берун барояд. یعنی فردوسی را ما تا امروز برای چی اون مشکلاتی که حضرت یار محمد ذکر کرد که ما نتونستیم که از شاهنامه سیرت صورت خود را پیدا کنیم، باطن ظاهر خود را بینیم، مشکلات خود را بینیم، با اونا درگیر شویم، برای آنکه ما تنها به صفت یک شاعر و یک مورخ او را شناختیم. این است که ما ان همین عقده ها حتی مورخ هم نشناختیم و اون چی که من برای چی معرفی گفتم، برای اون که در اطراف همین مسئله ها، در اطراف اسطوره ها و مثلا تاریخ نگاری و شکل دهی داستان های شاهنامه اثرها زیاد، اثرهای تحقیق زیاد شدن. لیکن گپ در سر این است که امروز هم وقتی که ما درباره فردوسی گپ میزنیم، او یک سیما و سیرت شاعری فردوسی پیش نظر میاد، برای اون که ما در همین قالب فکر کرده ایم، قالبی تحلیل فلسفی، تحلیل جامعه شناختی، تحلیل روان شناسی، تحلیل سیاست شناسی، تحلیل گیاپولیتیکی. امروز ضرورت است که از شاهنامه تمام آن همان مشکلاتی که ما امروز روبرویم و مثلا با این حصار یا که ایزولیاسیایی که داشتیم نتوانستیم که این مثلا آگاهی ها رو فرا گیریم، زیادتر قدم نهیم در آموزش علم های فلسفی و من علم های امروزه، علم های امروز دسترسی پیدا نمیکنیم یا که نمیخواهیم، ان همین مشکلات ما را فرا امروز هم فرا گیرند، امروز هم تهدید میکنند و در نبرد های امروزه ما را نمیگذارند که مثلا خود دفاعی، هنری خود دفاعی داشته باشیم، توانیم که از خود دفاع کنیم، یا که یک سخن از دولت یار محمد میگه قابلیت خود کفایی داشته باشیم در برابر ان این مشکلاتی که روبرو میشویم. هر ملت، فرهنگ هر ملت در دایره همون اساطیر ملیش انکشاف میابد و ببینید وقتی ما یونانیان رو تحلیل میکنن، اصلا تمام محققانی که یونان رو تحلیل میکنن شروع میکنن از میفالوگیا یونان
و همون میفلوگ یونانی است که بعدا تاثیرگذاری میکند روی متفکرانش و در چارچوبه یعنی همون روند گذرش از اساطیر و فلسفه با علم با لوگوس همون تأثیری پیش از همه تأثیر اساطیر است. اساطیر همون ملت است. ولی متاسفانه ما همون اساطیر ملی را از دست دادیم. فقط پس از هجوم اعراب اساطیر ملی ما کلا از بین رفت و جای اساطیر ملی را اساطیر عربی و سامی پر کرد، فرا گرفت و بزرگی فردوسی هم این بود که همین اساطیر ملی را چرا؟ چونکه اساطیر هم زمینه های باوجودهای خود رو دارد هر اساطیر و پیش از همه همون مکان زیسته که قوم معین زندگی میکند عامل های جغرافیایی، عامل های اجتماعی خوب مناسبت اخلاقی و سیاسی که در همون منطقه حکمران است همه اینها تاثیرگذار میشوند به نوع اساطیر بله به نوع اساطیر ویژگی اساطیر در همین گفته شما اضافه کنم که اساطیر یک خصوصیت دارد که اون رو هر یک شخصی با استعداد میتواند وابسته به مشکلات زمان خودش باز از نو آفرد مثلا دینه نمیشد از نو آفریدن چون که وقتی از نو آفریدی از بین میرود لیکن اساطیر یکی از ویژگی بسیار مهمش این که مثلا امروز ما در اساس هویت همو اساطیری که در شاهنامه داریم میتونیم با یک اساطیر نو آفریم که واقعیت و مشکلات معاصر انعکاس کنه که در همون روند دیگرگون شدن اجتماع دیگرگون شدن انسان اساطیر ما رو قدم به قدم به همین دیگرگونی ها آماده میسازد مثلا در برابر اساطیر علم وجود دارد که علم بسیار یک چیز مثلا منظم بی تغییر دائمی استوار دین هم یک ویژگی هم خیلی خصوصیت دوگماتیکی دارد در برابر این دو پدیده فرهنگی اساطیر مهم است که در اینجا همون تغییرات هایی که در اجتماع با وجود می بیارن اینها رو در همو سیمبول ها و رمز ها و استعاره های میفلاگی یا استوروی بیان کند تا اینکه همو تحول و تغییراتی که دائمی باید در اجتماع باشد اساطیر جایگاهی مخصوص دارد که وای مثلا در ما چخیل از اساطیر گفته افسانه هم میگون که یک چیزی گذشته است و که ها از وی باید فراموش کرد و همین خیلی یک تعریف های بسیار غیر علمی است اما اساطیر این نیست اساطیر این است که ما در برابر وقت همون بار دیگر از نو تولید میکنیم از نو میسازیم از نو باز همون کمبودی ها و پیشرفت های خود رو در همین اساطیر هنرمند ها چکار میکنند؟ تجسم میکنند درست است من در پرتو گفته های یار محمد چون در مورد اسطوره هست و اساس اسطوره ریزی و میفلگیزاسیای ما در همین شاهنامه هست بله. در همین شاهنامه ورسی های گوناگون اسطوره های قدیمی ما آورده میشوند آورده میشن بر رشته تصویر گرفته میشوند تصویری بدی گرفته میشوند و هدف اساسی فردوسی از نو آوردن و بازآفرینی و بازگردانی همین اسطوره ها اون بود که مثلا ملیتی ما خلقیتی ما که در دام فریب ها و نیرنگ های گوناگون اجنبی ها گرفتار شده بود و به عقده به مرز عقده رسیده بود و به بنبست فکری و ایدئولوژی و مفکوره و سیاسی و اجتماعی رسیده بود از نو با احیا شدن همینا بیدار کنه خدا چه انا همون خاطره تاریخی از نو که فراموش شده بود از نو بیدار شود و توانن اینا در برخورد ها خود را ایمن دارن و راه خود را یابند پروفسور منوچهر جمالی شما میشناسید چهره یکی از دانشمندان معروفی ایران است و از سالهای 80 از سالهای 80 صده 20 در اطراف ان همین اسطوره سازی شاهنامه از نو آوردن اسطوره های شاهنامه فردوسی و تحلیل فلسفی آنها توانست که یک مجرای نو در شناختن شاهنامه به وجود بیارد و ببینید همون کتاب بتازیانه جمشید شاهنامه و ما در دو جلد به سوی حکومت فرهنگی گستاخی در گسستان از گسستگان گستاخ و ها کذا
همه وقت در مثلا شناختی فرهنگی ما، در شناختی مشکلات فرهنگی ما، مسئله های مبرم فرهنگی چی در گذشته و چی در امروزه از اسطوره های شاهنامه مدد می جوید و همین مشکلات را توسط ان همین اسطوره های قدیمه ما که در شاهنامه انعکاس یافتند بازگو می کند و یک نوع درمان می بخشد مشکلات را. بله واقعا همون اسطوره سیمرغی، اسطوره شاهنامه اسطوره سیمرغی است و ببینید تمام همون وقتی ما میگیم که یکی از خصلت اساسی خلقهای ما آزادگی است یا آزادی است، همون ستایش آزادگی هم در همون اساطیر ما نهان است. مناسبت برابر انسان ها هم یا مثلا همون مناسبت برابر مرد و زن هم، مثلا قهرمان های شاهنامه ببینید بعدا خود تشکل انسان هم، انسان مثلا فرض کردیم انسانی که انسان اولین انسان ایرانی انسان نیمه طبیعی هست، نیمه طبیعی هست و اون بیشتر با طبیعت هماهنگ است. یعنی این پیش از همه بازگو کننده اون است که از بس که ایرانیان، یعنی من در نظر دارم حوزه فرهنگی ایرانی، اینها از بس که در یک فضای معتدل زندگی میکردن از نظر طبیعی فضای معتدل بود و یک از طرف دوم اینکه اینها محض فرهنگشون فرهنگ کشتوکار بود، فرهنگ شهرنشینی بود و همیشه اینها مقیمی بودن، همه اینها حتی به ما اساطیری که در شاهنامه تجسم یافته است همین خصوصیت ها یا ویژگی ها ذکر شدن. و از جانب دیگر وقتی ما میگیم که شاهنامه نمونه عالی حرکت معنوی شعوبیه است و واقعا ببینید همین تمام حرکت ها را تمام بعد هجوم عرب اگر دو حرکت مقاومت بر علیه عرب ها شروع شده باشد، یکی این مقاومت بی واسطه رویارویی بود که منجر شد با همون شورش ابو مسلم و شورش بابک خرمدین و سنباد موغ و امثال اینها، و حرکت شعوبیه معنوی بود که خب اصلا از همون بشار ابن برد و از اینها شروع شد و نمونه عالی همین ابن مقفع و آخران مثلا با فردوسی این نمونه عالی هست که توانسته است پوره، یعنی طوری که خود فردوسی ذکر میکند که بسا رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم بعد این پارسی، و واقعا توانست که یک شخصیت توانست که یک فرهنگ چند ملت که مثلا اینها از فرهنگ آریایی افتخار میکنند همینها از نو زنده کند، از نو با جامعه همینها هویت بخشد. ولی ببینید اسف که در عصر امروز تا هنوز همین ابرمرد شاهنامه ستیزی در جامعه ما بسیار رایج است که تا حتی بسیاری مثلا بعضی چهره ها به نام جمشید توهین میکنند، به نام جمشید مثلا تحقیر میکنند. این مثلا یک پدیده بسیار تأسف آور است در جهان معاصر که مثلا ما میگیم که اینقدر انسانیت پیش رفته است، لیکن تا به حال ما از همون هویت بربری خود که یک هویت بسیار پستینتی هست حاضر هم بعضی نفر رو ناشناخته باقی مونده که باید یک بینیش خود نسبت به شاهنامه تغییر دهند. شاهنامه اون چیزی نیست که شما مثلا در تفکر خود اون افسانه تصویر میکنید، بیشتری مثلا شناخت شاهنامه در کنسپسی فرهنگ معاصر ما همچون افسانه شناخته شده است. انا این بسیار مشکلی بسیار پیچیده امروز جامعه ما هست که اگر که ما شاهنامه را همچون اسطوره معرفی نمیکنیم، پس مثلا در دوران شوروی هم همین کوشش کردن که بیشتر افسانه همچون شاهنامه همچه افسانه نشان دهند که بالکل این یک نظر خطا است، بالکل این یک شستشوی مغزی کردن فرهنگ ملی ما است. خیلی که ناظم گفت واقعا شاهنامه این
خاطره تاریخی ما هست. یک انسان چی طور میتواند، یک ملت چی طور میتواند به هویت به خاطره تاریخی باشد؟ که این شاهنامه، این واقعا هر کسی که به شاهنامه توهین میکند، این به خودش توهین کرده است که وای به اصل های، وای بد اصل های، وای نوجنس های، نه چون که وای به خاطره هست، وای حقیقتا همون چیزی که نویسنده قرغیز میگوید یک منقورت است حقیقتا. هر کسی که مثلا همین به شاهنامه تحقیر میکند، به شاهنامه وای خودش از اصالت انسانی دور است. به همین خاطر بار دیگر ما از همه بینندگان دعوت به عمل میاریم که در شناخت شاهنامه ما باید که خیلی احتیاطکار باشیم، خیلی مثلا زیرکانه اون داستان های شاهنامه که هر یک داستان واقعا یک رمان به طرز امروزه گیریم یک رمان است، اونها را باید بسیار با کاوش های چند جانبه علمی تحلیل کنیم و هم در شاهنامه مهمش این است که جنبه تنقیدی ملی ما هم هست. بله. که فردوسی شخصیت است که شما تصور کنید که در همون عصر اندیشه انتقادی را براه ما و تمام ارزش های همون وقته و این وقته خودش توانست بازبینی کند. بله، از نو ارزش گذارد و ارزش های نو آفرد و تا حتی کمبودی های همون عصر خودش هم، بله، کمبودی فرهنگ خود ما هم کشاده هست، بازگو کرده. بله، همین نکته هست که همین نکته که شما زیر تاکید کرده، یعنی بازنگری ارزش ها و انتقاد ارزش ها، ارزش های داخلی و درونی و مرزی و بومی در فردوسی عقیده ای رو به میان آورد. میان حقیق خان که فردوسی بالاتر از شعوبیه فکر کرده است. اگر شعوبیه به مقابل مثلا مقاومت عربی برآمده باشد و از اصل و نژاد و ملیت دفاع کرده باشد، به طوری مثلا از مثلا افراط و تفریط هم گذشته است، بعضن افراط و تفریط هم شده است در این شناخت ها و کشمکش ها و درگیری ها، لیکن فردوسی راه انصاف و عدالت و این چیزا را عبور نکرد مرزه. برعکس آنچه که در مثلا فرهنگی بومی یافت، آنچه که در مثلا مشکلات یا که عقده های فکری و روانی و اجتماعی و سیاسی که مثلا مردم ما داشت، فرهنگ ما داشت، دولت ما داشت، سیاست ما داشت، اونا را روی راست فاش کرد. بله، که با ایران مثلا ببینید همون تصویرهایی که از مثلا شاه ایران میکنند که اونا مثلا خودخواهی و مثلا اون بی عدالتی که اونا میکنند اونا را می آورد و رستم با اونا مثلا در درگیری می آورد، در قیاس می آورد و نشان می دهد، به طور نازک نشان می دهد که انا همون عرف و عادت ها و آیین های هستند که ما را نمی گذارند، مثلا رستم را نمی گذارند، یک چهره استثنایی فراتر از مثلا شاه فکر کند و او را مثلا شاهی که ظالم است را پشتیبانی نکند. یعنی ببینید این مشکلات را بازگو می کند فردوسی. این است که وای بی‌رحمانه از روی انصاف و از روی منطق و از روی وجدان عمل کرده است. بله، بله، تشکر زیاد. و واقعا من فکر میکنم که ملت هایی که مثل فردوسی متفکر دارن و مثل شاهنامه اثر دارن و اگر واقعا به آموزشی، به شناخت درست و واقعی همین اثر بی‌زوال رو آورند، این ملت ها حتما ملت های جاویدانه خواهند بود و من زوال ناپذیر خواهند بود. بله. و من برای یک صحبت بسیار خوب و خوشایند با شما اظهار سپاس میکنم. و بیننده عزیز، من امید میکنم که هر نفر، هر شهروند این کشور باید کوشش به خرج دهد تا رو به شاهنامه آورد و شاهنامه واقعا خرد است، شاهنامه واقعا اصل است، شاهنامه واقعا تاریخ است، تاریخ یک ملت است، هویت یک ملت است. و اگر میخواهیم صاحب هویت باشیم، صاحب اصالت باشیم و اگر میخواهیم که واقعا هم کمبودی های خود را، هم اون موفقیت های یا ارزش های خوب و بزرگ خود را که در تاریخ وجود داشتن اونها درست شناسیم، باید حتما رو به شاهنامه آوریم. روز و روزگارتان
خوش و خوشایند بود، پاینده بود تاجیکستان عزیز. بدرود تا درود دیگر.